یکی از اصلی ترین دلایل عدم ازدواج جوانای ما میگن آقا من نمیتونم خرج ازدواج ندارم، نمیتونم اون خونه ای که خواست خانواده دختره فراهم کنم. دختره خانواده دخترم که من نمیتونم اون جهیزیه ای که تو چشم همسایه بعد بلندشم برم درست کنم. ای وای بر ما، به جایی رسیدیم جهیزیه میخوایم بدیم، همه همسایه‌ها رو جمع میکنیم بیاد ببین دارم جهیزیه میدم، که آی همسایه بالایی، همسایه بغلی، همسایه چپی، همسایه راستی، چشت درات، من فلان وسیله رو بهترش آوردم. بعد فلان خانواده مستضعف هم دخترش بلند شه بیاد تو اون جلسه، بعد انتظار داره اون زندگی نکبت تو درست پیش بره، برکت داشته باشه. از همون ابتدا پشت سر زندگیت آهه. اینا رفتارای از زهرایی نه؟ بعدش هم شهادت شد پیرن مشکی تنت کن برو ازای از زهرا. اینا دروغه. جاهای دیگه حاضریم ساده زیستی کنیم. اونجایی که دختر ما، پسر ما میخواد درس بخونه، حاضریم این دختر بلندش 6 سال بره یه شهر غریب یه خوابگاه بگیره با 5 نفر 6 نفر دیگه دختر تو یه زیرزمینی روی موکت زندگی کنه. اما چرا همین فرهنگو تو ازدواج نداریم؟ ای دخترمو 4 سال 5 سال بفرستن بره توی خونه 60 متری زندگی کنه، آره چی میشه؟ چطوری میتونه توی خوابگاه 30 متری باشه؟ چجوری میتونه توی اتاق 12 متری زندگی کنه 6 سال؟ اینا دروغهایی است که ما گفتیم اما در عمل نکردیم به روش اهل بیت. نقل میکنه امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها از دار دنیا یه چهار دیواری داشتن، یه پوست گوسفندی بود، حالا رو همون پوست گوسفند غذا میخوردن. الان هم ما بریم یه پوست گوسفند پیدا کنیم این کارو بکنیم؟ نه. از این چه برداشتی میکنی شما؟ ساده زیستی، بند تجملات نبودن. حالا اینطور هستیم؟